بشه، یکی سیاه بشه، یکی کوتاه بشه، یکی بلند بشه. اینها همه نگاه های پسینیه. در این دیدگاه ارزش های فطری و باورهای اخلاقی در انسان وجود نداره. انسان یک جانوری جزء جانورهای دیگه. همین نگاه های داروینیزمه، نگاه داروین که انسان رو یک نوع میمون میدونه که به مرور زمان حالا نژاد هموسیپی هم پیش میاد و و اتفاقات این چنینی. این نگاه انسان پسینیه. اما انسان نگاه پیشینی هم داره. این نگاه دیگه نگاه سیر تکاملی نیست. اینجوری نیست که انسان در یک دوری به تکامل برسه و رشد کنه و شکوفا بشه، بلکه میگه انسان ذاتاً خلقتش بد و یا خوبه. ما گاهی اوقات هم به لفظ میگیم مثلا ذاتاً آدم بدیه، ذاتاً آدم خوبیه. یعنی نگاه پیشینی داره، میگه در هنگامی که فرد به دنیا میومد این ذاتش بد بوده و خوب بوده. اینها چرا مهمه؟ گفتیم توی بحث معماری ما دنبال انسان شناسی هستیم، بس برای شناخت انسان اینها مهمه. یا انسان شناسی دینی هم وجود داره که نگاه فطری داره به انسان، میگه نه انسان ابتداءً فطرت پاکی داره، خودش رو به صعود یا سقوط میرسونه. در این نگاه انسان آزاده، انتخاب میکنه، نحوه زندگی مادی و معنویش اون رو شکل میده. حالا نظریه های زیادی مطرح هستش، انسان موجودی با هویت پسینی و پیشینی و فطری که میاد نظریه پرداشت هاش رو مطرح میکنیم. ما متأثر از فرضیه داروین یا کانت دکارت مطرح میکنه، یا اندیشه اسلامی مورد سوم رو داره که ابتداعاً انسان رو فطری و در طول زمان بر اثر اون اختیاراتی که داره خودش رو شکل میده. نگاه های مختلفی باز وجود داره. فروکاهش تعریف انسان به وجوه آفاقی، یعنی نگاه خیلی عادی به انسان. انسان در جامعه و طبقه تعریف میشه، مارکسیسم، یعنی نظریه‌ای که میگه اجتماع تو تعریف میکنه تو چجور انسانی هستی، چه تعریفی از تو میشه کرد، تو چجور فکر میکنی. مارکس یک تعریفی داره، میگه شما بگو از کجا میخوری تا من بگم چجور فکر میکنی. یعنی نحوه گرایش های فکری تو وابسته است به نحوه زندگی تو. آیا در جامعه اشرافی هستی، خانواده اشرافی هستی، خانواده فقیر هستی، بس نوع تفکر تو هم معلوم میشه. یا انسان رو اگزیستانسیالیسم تاریخی دارن نگاه میکنن، یا انسان رو از نگاه حکمت زن یا بودیسم فنای مطلق یا طبیعتگرای ذاتی نگاه میکنن. فروخواهش انسان به مباحث انفسی یا حالا مباحث پایینتری هم وجود داره. انسان به عمله، یعنی یک کارکردگرایی توش مطرحه، یا نگاه پوزیتیویستی. همه اینها رو میتونید سرچ کنید، بیشتر مطالعه کنید روش. یا نگاه روانکاوی به انسان داره، انسان فقط ساختار روانیش مهمه یا ساختار گراییش مهمه. اینها مباحث مختلفی که وجود داره. حالا در ادامه بحث انسان نگاه ما به تعریف محیط میشه. خب انسان و محیط رو گفتیم دیگه، حالا بیایم ببینیم محیط چیه. محیط در علوم مختلف معانی مختلفی هم داره. جغرافی دانان، روانشناسان، جامعه شناسان، معماران، هر کدوم تعاریف مختلفی از محیط دارن. حالا محیط ها چند دسته هم میشن: محیط کالبدی، اجتماعی، روانشناختی، رفتاری. تو محیط کالبدی مکانهای جغرافیایی و زمینی مطرحه. گاهی اوقات تو کالبدی باز اجتماعی، نهادهای متشکل از گروه ها و افرادی که تو اون محیط هستن. روانشناختی مطرحه، تصاویر ذهنی و رفتارهای مردم. تو مباحث باز رفتاری محیطهایی که واکنشهای ناخودآگاه و خودآگاه رو تحت تاثیر قرار میدن، همه اینها جزوی از محیط محسوب میشن. اما در خود دو نوع دستبندی کلی برای محیط وجود داره: محیط جغرافیایی و محیط رفتاری. محیط جغرافیایی به محیط عینی میگن، یعنی اون حالت جغرافیایی، حالت کالبدی داره، و محیط رفتاری بازتاب محیط عینیه. شما در محیط چه رفتاری میکنید بر اساس اون که اون محیط برای چه چیزی تعریف شده است. نگاه کنید، این یک محیط اداریه، چنین طراحی شده که افراد به همدیگه خیره نشن، ارتباط نداشته باشن، صحبت نکنن، یک فضابندی مشخص از کجا باید بیان کجا برن، چیدمان فضا